کسایی که مخالف از کارت سرخ. یک روز پس از خواست شماری از اعضای مجلس نمایندگان و شماری از سیاستگران از بهره بازنگری در پیمان امنیتی کابل واشنگتن، واکنش ها در این باره بیشتر شدند. 6 میلیارد دلار هر سال به قوای مسلح افغانستان کمک میکنه. امروز اگر اینا اگر پارلمان افغانستان بخواد کمی 6 میلیارد نتن، شاید اونها خوش شوند. فرمانده پلیس کندهار که یکی از چهره‌های اثرگذار در جنوب کشور شناخته می‌شود، می‌گوید که این پیمان از سوی نمایندگان مردم در لوی جرگه تایید شده است. دینی شوری دا کار چه د پردی سپارتو د پاره کار کوي، خصوصا د مسایګان د سپارتو د پاره، یا نوې لابی چې وسلوېدلې د پدې وطن کې چې د روسانو د ایرانیانو او د پاکستانیانو خرو د ولا وسکو چې هغه کلوېدلې د دغه د پاره. در همین حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان در برخی از ماده های پیمان امنیتی کابل واشنگتن درباره کمک نیروهای آمریکایی در تامین امنیت افغانستان کوتاهی هایی را میبینند. تصدیح میشن و به افغانستان فرستاده میشن. به نظر ما این ماده نارساست. ما به جای ازی ماده ای را پیشنهاد میکنیم که ایالات متحده آمریکا ملزم شود وضعیت موجود تجاوز خارجی بر افغانستان تعریف کنه. در همین حال رئیس جمهور غنی در سخنانش هنگام دیدار با خانواده های جان باختگان رویدادهای هراس افکنانه هرچند نامی از پیمان امنیتی با آمریکا نمیبرد، اما میگوید که راهبرد جنوب آسیای واشنگتن چیزی است که 40 سال مردم افغانستان انتظار آن را داشتند. استراتژی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا استراتژی است که مردم افغانستان آن را برای 40 سال میخواست. افغانستان با برخی از چالش‌های بزرگ روبرو است. از همین رو ایالات متحده آمریکا و همپیمانان ما شانه به شانه در کنار نیروهای امنیتی افغانستان ایستاده‌ایم تا به این چالش‌ها رسیدگی شود. پیمان امنیتی کابل واشنگتن در ماه میزان 1393 هجری خورشیدی به منظور شتاب بخشیدن به روند صلح، تامین امنیت، بهبود نهادهای دولتی و حمایت از پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی امضا شده است.